رادیو بین المللی فرانسه گزارشی از اعتصاب غذای مجاهدان اشرف پخش کرد و گفت در عراق رنج ساکنان شهر اشرف ادامه دارد. Le calvaire des habitants du camp d'Ashraf continue. Durant le mois de juillet, les forces irakiennes avaient lancé un assaut contre le camp d'Ashraf où vivent depuis des années. رادیو بین المللی فرانسه رفی در گزارش خود گفت در ماه ژوئیه نیروهای عراقی تهاجمی را علیه اردوگاه اشرف انجام داده بودند، جایی که از چند سال پیش 3400 عضو اپوزیسیون ایران اقامت دارند. این ایرانی ها بودند که برنامه هسته‌ای نظامی رژیم ایران را برای جهان فاش ساختند. امروز آنها با یک محاصره واقعی مواجه هستند و آمریکا را مسئول این دشواری های خود می دانند. در گزارش رادیو بین المللی فرانسه یکی از مجاهدان اشرف به نام معصومه گفت En 2003, nous avons signé un accord avec les États-Unis selon lequel ils devaient garantir notre protection, la protection des habitants du camp Ashraf. Cet accord existe toujours. C'est pour cela que les États-Unis در سال 2003 ما توافقنامه‌ای را با آمریکا به امضا رساندیم که مبنای آن باید حفاظت ساکنان اردوگاه اشرف را تضمین کند. این توافق به قوت خود باقی است و از این رو آمریکا مسئول اتفاقاتی است که در اینجا رخ داده است، زیرا آنها قراردادی را امضا کرده بودند که به همه اعضا تک به تک تضمین‌هایی را در رابطه با امنیت جانشان می‌دهد. دولت عراق ثابت کرده است که صلاحیت تأمین این امنیت را ندارد، زیرا تن به خواستای رژیم ایران می‌دهد. از این رو آمریکا را مسئول هر اتفاقی که اینجا روی بدهد می‌دانیم. 3500 ایرانی در اشرف زندگی می‌کنند و با یک محاصره روبرو هستند.